درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه FSB رسما اعلام کرده که سرویس های امنیتی اطلاعاتی اوکراین مستقیما در حمله تروریستی در مسکو دست داشتند او همچنین گفت که بریتانیا و آمریکا نیز به سرویس های ویژه اوکراین کمک کردند. او دقیقا چیزایی که پوتین خواسته رو البته گفت. پوتین دیروز گفته بود که روسیه دنبال آمران حمله در مسکو هستش. در همین رابطه نشنال اینترست نوشته مسکو به موضع قبلی خودش در برابر اسرائیل و غرب باز میگرده شبیه به سبک شوروی در خاورمیانه که اینجا لازم میشه در مورد نقشش در جنگ شش روزه بدونیم می 1367 و نقش شوروی و شایعاتش عرب از سمت بلندی های جولان منتظر حمله اسرائیل بودن اما با عملیات فوکوس نیروی هوایی و پایگاه های هواییشون نابود شد درسی که خامنه ای از تاریخ نگرفته همینه این در حالی بود که با افزایش حملات خرابکارانه نخست وزیر وقت اسرائیل در دوازدهم می هشدار داد اقدامات با واکنش همراه خواهد بود این هشدار در سوریه تبدیل به شایعه حمله احتمالی اسرائیل به سوریه شد سپس گزارش از تحرک نیروهای اسرائیلی در مرز سوریه برای جنگ پخش شد البته گزارشاتی دروغین با اینکه ایالات متحده به عنوان یکی از کشور محافظ مرزهای خاورمیانه به شوروی و سازمان ملل از عدم واقعیت این گزارش ها اطلاع داده بود اما شوروی اون رو باور نکرد شوروی اعلام کرد که اسرائیل به تحریک امپریالیستای آمریکایی و انحصار طلبان اروپایی قصد حمله به سوریه رو داره و حالا هم در کشاکش جدال سیاسی واشنگتن با نتانیاهو نتانیاهو مسیر رو پیش گرفته که یا نتیجتا به بهای پایان دولتش تموم میشه و یا دولت بایدن رو مجبور میکنه در بیعملی نظارگر باشه جدا از عزم بیبی در تهاجم به رفع زیر فشار و کنش منادر آمریکا در دادن رأی ممتنع به قدنامه آتش دولت او همزمان با حضور بلینکن در تلاویب تصمیم گرفت با دهنکجی عراضی جدیدی و بیشتری به وسعت 800 هکتار رو در کرانه باختری دولتی اعلام کنه و روند شهرکسازی در اونها رو آغاز کنه گفته میشه نامگذاری 1976 این زمین ها در دره اردن به عنوان عراضی دولتی اسرائیل با تعیین مشابه 300 هکتار در منطقه در کرانه باختری که فلسطینی ها هم به شکل دراماتیکی این زمین های مرغوب رو به عنوان یکی از هسته های اصلی یک کشور مستقل در آینده میخواستند. اگر یادتون باشه آمریکا همین چند هفته پیش اعلام کرد که گسترش شهرکسازی توسط اسرائیل در کرانه باختری با قوانین بین‌المللی مغایرت داره این بخشی از سیاست دولت بایدن در فشار به اسرائیل که توسط ادهی به عنوان سیاست معکوس سازی روند شهرکسازی که در دوره ترام شدت گرفت تعبیر شد. خلاصه بگم که دولت نتانیاهو و به کلی اسرائیل در موقعیت سیاسی بسیار حساسی به شکلی قمار قرار گرفتن. قبلا هم گفتم که تکلیف همه چیز وابسته به این جنگ سیاسیه منطق استراتژیک اما میگه که پذیرش هر گونه آتش بس طولانی یا دائمی بدون انجام عملیات رفع و بستن کریدور فیلادلفی و ایجاد مرزهای قابل دفاع در اطراف غزه توسط اسرائیل یک شکست راهبردی بزرگ برای این کشور و قمار بر سر موجودیتش در دراز مدت خواهد بود. حماس از روی زمین محو نخواهد شد اما نابود کردن یا تضعیف حد اکثری قوای نظامی آن برای اسرائیل یک انتخاب نیست یک باید از منظر راه بردیه و این مسئله ربطی هم به بودن یا نبودن نتانیاهو نداره و اینکه گروههای پکک هم شروع به حمله به ساختمان کنسولگری ترکیه در هانوفر آلمان کردند حوادث در حال تشدید هستند و در سراسر اروپا گسترش پیدا می آمریکا داره از منطقه عقب نشینی میکنه و با کردهای بارزانی به تحریک آخونده در حال تقلا هستند. پیروزی ترکیه بر کردهای عراق و سوریه نهایتا کمک به منافع بلند مدت رژیم ایرانه تنز ماجرا اینجا که حتما کاکبوزی از دولت بلژیکستان خواسته آنجا را فورا تجزیه کنند به هفت اقلیم کردی و ترکی و فولندی و فرانسوی و مراکشی و دو استان را هم خالی رزرو بذارند برای بقیه بزغاله ها که قرار شده از کوه قندیل به اونجا منتقل بشن خود بلژیکیای فاشیست هم برن جای دیگه کشور خودشون رو درست کنن پرانتز باز کنم این قسمت تنزش بود دوستان لطفا نه این ایراد بگیرید پرانتز بسته این در حالیه که تمامی اعضای شورای همبستگی به اضافه سفیر صلح رژیم در داخل یعنی ستار رونقی به دنبال تحمیل این عقیده به رزاشای دوم بودند که پذیرفتن آنچه در این تصاویر میبینید به معنای تکسرگرایی دموکراسی انسانیت و تعریف تازه ای از ایرانه حالا چپ و راست مصاحبه میکنن و بابت شکست این دسیسه شوم آهوزاری میکنن و مخالفان اون رو خیانتکار میدونن وحوشی که در تظاهرات گروه های نزدیک به معصومه و اسمال و نرگس و نسرین و نازنین و گلشیفته و سایر صادراتی های ایران ستیز در خارج از کشور شرکت و بازار پارچه فروشی راه مینداختند امروز در قلب اروپا مشغول تکه پاره کردن یکدیگرند این آینده ای بود که این مزدوران جمهوری اسلامی در پوشش روزنامه نگار و فعال حقوق بشر و غیره برای ایران و ایرانی آرزو می کردن که خوشبختانه با آگاهی ملت ایران این فتنه از سرمون فعلا رفت شد ملیگرایی در جامعه در همه لایه ها و سطوح کاملا دیده میشه و با بودن اندیشه ملیگرایی این احمق بازی جایی نداره ایرانمون و مردمش رو با هیچ کشوری نمیشه مقایسه کرد به این تصویر دقت کنید که راهپیمایی جوانان کرد و انترناسیونالیست از آلمان به سوی بلژیک علیه حمله نئوفاشیست های ترک همان گورکای خاکستری به یک خانواده کرد در جشن نوروزه و در منابع خبریشون هم نوشتن نه تنها کردستان بلکه اروپا هم گورستان فاشیستا خواهد شد بله دوستان در این جریانات قبیله گرایی با همچین شگفتی های پوچ و بیمعنای مواجهیم سگی که از سگها متنفره فاشیستایی که از فاشیست ها متنفرن جوجه اردکی که خیال میکنه جوجه اردک شناسه ولی خودش رو قو میدونه و جالبتر اینجاست که این برندا شافر که معرف حضورتون هست متخصص انرژی، حامی تجزیه طلبان، مدافع پانتورکیسم و مدافع سرسخت علیوف که خامنه ای رو هم ریتویت میزنه و کارمند مؤسسه FDD هم هست در اون افتیدی شما فکر میکنید چه خبره سال حالا اینه چه کسانی زیر دستش کار میکنن و حقوق بگیرش هستن و هر جا جمهوری اسلامی در خطره سری کمکش میکنن و کار این خانم کلا باید بدونید که اپوزیسیون فیک تحویل دادن به ملتمونه اسامیشون زیاده از سازگارا بگیرید تا معصومه تا بقیه که آموزش دیده حجاریان هستن در لباس پادشاهی و هشدار مهم اکانت های وابسته به فرقه دراویش و وحید بهشتی رو جدی بگیرید. اینا الان کاملا هدفمند با ماسک پهلوی دوستی و ایرانگرایی دارن نفوذ میکنن. پست اینتر چپمال در مورد این مردک اطلاعاتی محل خوبی برای شناسایی این گونه اکانت ها که عضویت بیشترشون مربوط به چند ماه اخیره حالا برگردیم بلژیک که تنش بین کردها و ترک ها زیاد شده هر دو به هم نجات پرست و فاشیست و تروریست میگن جالبه بدونید که حامیاشون اکثرا نه ترکن نه کرد نه اصلا خاورمیانه ای به تنش فقط دارن دامن میزنن تازه از بقیه اروپا هم کورد و هم ترکا فراخان دادن که برم بلژیک چه آشفته بازاری شده میبینید و حالا یک معادله ساده میگن مولوی عبدالحمید دشمن درجه یک رژیمه میگن حسین رونقی دشمن درجه یک رژیمه حالا شما به من بگید چطور رژیمی که سر امنیتی امنیتیه اجازه داده حسین رونقی اینقدر راحت به زاهدان سفر کنه و با عبدالحمید دیدار کنه آیا باید مشکوک بود یا نه میدونید که طبق معمول قضاوت با شماست و شاید با دیدن این چهار تصویر بتونید بهتر ربطش رو پیدا کنید البته دوستانی که سرنوشت شوروی رو خوندن راحتا متوجه میشن که چه زمان حکومت همه مهره هاش رو سراسیمه بازی میده و همه در زمین بازی می میرخسن اما قافل از اینکه در فروپاشی ها ملت ها صحنه اصلی هن. ببینید دوستان در این 45 سال همچین دیداری سابقه نداشته یعنی دیدار حسن خمینی با تمامی فرمانده های عالی رتبه نظامی و سپاه درسته که این تصویر مال سال 1401 و جدید نیست و جالبیش اینه که برای این ساله اما رسانه های داخلی با یک شیطنت ریز خواستن وانمود کنن که دیدار نوروزیه هرچی که هست بو میده این جریان که چرا اینا در این تایم این عکس ها رو دارن بولد میکنن دیکتاتورها در سالهای آخر سقوطشون با جمع کردن طرفدارانشون در فضای بسته به دنبال به رخ کشیدن و قدرتشون هستن اما از برگزاری یک انتخابات آزاد فرار میکنن خدا هم فکرش رو نمیکرد که ارتش نازی شکست بخوره و سقوط کنه جمهوری اسلامی که با ساندیس و تیتا با بون خرید کالا طرفدار جمع میکنه جای خود داره جالبه بدونید که در عکس پایین جمعیت 20 میلیون نفره و نازی ها پشتبانه محکم مردمی داشتن و برای کیک و سندیس جمع نشدن و جان کلام این که یک بار دیگه جمهوری آنوسی در ظاهر موفق شد با کوبیدن مشت محکم بر پوزه آمریکا و اسرائیل تحریم ها رو دور بزنه و در یک قرارداد پر اقتدار پایا پای با طالبان نفت و بنزین بده و نونخور افغانی بگیره دلیل طولانی شدن عمر جمهوری نکبت اسلامی اینه که هرگز نمیذاش آلترناتیوی شکل بگیره اما دوستان از یکی دو سال گذشته تحول بزرگی در ایرانیان رخ داد و آن بازگشت به دوران پهلوی و همین باعث شکل گیری آلترناتیوی جدی در مقابل رژیم شد امروز هر کس پهلوی ستیزی میکنه در واقع به کمک رژیم رفته اما خبرهای خوب در راهه که پشت پرده اتفاقاتی در جریانه به زودی شاهد ریزش هایی خواهیم بود و شاید پروموت فائزه که هیچ جایگاهی میدونن در بین مردم ایران نداره عملیات حساب شده فریب و نوعی پاتک به این ریزش های در حال وقوع باشه سیاست جهان در حمایت از رضا شاه دومه ما باید آماده پذیرایی از پادشاهمون بشیم اسرائیل، عربستان، چین، روسیه یکی یکی با نمایش اسلامی ها حمایت از خاندان پهلوی رو شروع کردن اروپا هم به دنبال اعمال تجزیه طلب ها و اسلامیا با انگلیس و بلژیک حمایت خودش رو آغاز کرده آیا برای جشن تاجگذاری کینگ رضا پهلوی آماده هستید؟ پاینده ایران جاوید شاه تا ابد بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم روز و روزگارتون خوش